درست پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، اکنون یک عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات در اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری فیصله‌های این نهاد را نادیده گرفته است. تصمیم ما واضح بود و شرحش هم فرستاده بودیم به امضای رئیس کمیسیون، بعد به امضای معاون کمیسیون، ولی به شکل درست تطبیق نشد. آقای طغرا میگوید که شماری از اعضای این کمیسیون از اعلام نتایج نهایی انتخابات شگفتی زده شده بودند. بر من این یک سورپرایز بود. از تلویزیون ما دیدم که اعضای محترم کمیسیون انتخابات شیشته بودن و نتایج اعلان میکردن. ما هیچ اطلاعی نداشتیم. قید و شرط هم وجود نداره. وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی را اعلان میکنه، باید نهادهای ناظر و کمیسیون شکایات و احزاب سیاسی خبر شوه. این اصولیت های کمیسیون مستقل انتخابات با نظر داشتی قانون اساسی و قانون انتخابات تصمیم گرفته و فیصله خود را اعلان کرد. من مطمئن هستم که مردم افغانستان این کار کمیسیون نمیبخشد. نه نتایجشان قابل قبول مردم افغانستان است، نه اعتبارنامه‌شان. کمیسیون مستقل انتخابات در حال به اعلام شتاب زده نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری متهم شده است که یک عضو این کمیسیون یک روز پیش از اعلام نتایج نهایی انتخابات به تلونیوز گفت که 3 تا 4 روز دیگر نیاز است تا این نتایج اعلام گردد. در انتروال 3 الی 4 روز دیگر ما نتیجه نهایی انتخابات را اعلام می‌کنیم. انتخابات همیشه متضرر از مداخلات سیاسی در پروسه انتخابات بوده و انتخابات هم بشک آری از این مداخلات سیاسی در پروسه نمی باشه. با این هم یونس طغرا میگوید که اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از کارکردهای کمیسیون مستقل انتخابات ناخشنود هستند، اما می‌افزاید که آنان نخواستند با موقف‌گیری در برابر کمیسیون انتخابات کشور به بحران برود.